خدمت شما که ترحم فرمودن دولت و حشمت تبرزدی رو، مهندس حشمت تبرزدی رو آزاد کردن. الحمدلله رب العالمین، چه رحمت هایی میکنن، چه ترحم هایی دارن. آدم ها رو بدون گناه میاندازن به زندان 10 سال، 12 سال، 30 سال و بعد بعض مواقع شفقتشون خلاصه زبانه میکشه و آزاد میکنن. حشمت تبرزدی تعهدش رو نسبت به آزادی و نفرتش رو از سیستم استبدادی به بهترین وجه و در واقع گرانترین نوع نشان داده و زیر بار این داستان ها نرفته. مرد دلاوری است حشمت تبرزدی، چون ما میدانیم و مطمئن هستیم و شما هم میدانید و اطمینان دارید که اگر این مرد میخواست در رژیم کار بکند و با استبدادیون بنشیند و در این مفاسد و این مظالم مشارکت بکند، براش که خیلی کار آسانی بود. واقعا با این اجامر و اوباشی که شما میکنید، نگاه میکنید، همه لرز میکنن، میلیاردرهای مملکت هستن که یک شاهی ارزش ندارن. یعنی این کسانی که بر اثر خدمت به استبداد و سرکوب ملت به این همه ثروت های افسانه رسیدن، اینا پاشون از ایران بگذارن، دم پارکینگ لات هم به اینا هم کار نمیدن که ماشینا رو جابجا کنن. اما به هر صورت همواره بین ما آزادی خواهان بودن و هر شبت که کسانی که زندان و شکنجه رو ترجیح دادن به آزادی که زیر سایه استبداد باشن. حالا معلوم نیست تا که این مرد در بیرون از زندان بماند و که دوباره علیه اینا صحبت بکند، چون بارها او رو رها کردن با قید ضمانت به قول خودشان. شنیدم من از بعضی کسان که شما رو آزاد میکنیم به شرط که سخن نگیه. به معنی که آمده بیرون یک مصاحبه کرده و فریاد برآورده که وضعیت چنین است و چنان، حقایق امور رو بررسی کرد، گرفتن دوباره آنهای زندان. حالا اگر او رو نکشتند، هر سبت که محضوریت ها داشتن، حتما نمیشد او رو بکشی. یه جلسه کرده بودن که چگونه او رو بکشن، اینم باز من شنیدم. و اون کسی که نظر نهایی رو میدهد اداره اطلاعات و اینها که بکشیم یا نکشیم، گفته است آقا این یک زندانی بین المللی است، یک مرد سیاسی بین المللی است، ما نمیتوانیم او رو بکشیم، صاحب شهرت است، ما باید اینا رو مرده مال کنیم، انقدر زندان بکنیم و اینها تا خودشان بمیرن. خب اینا رو میگن مرخصی از زندان. امروز عرض شد که آمدم خدمت شما به این امید که با شما صحبت کنم. حالا دیشب داشتم نگاه میکردم به این کتاب اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابو سعید که استاد شفیع کتکنی هم تصحیح کرده است و تعلیقات نوشته است و اینها، در این نگاه میکردم عرض شد که این کتاب مستطاب درباره ابو سعید هست، خاطراتی است. در و معمولا در روزگار قدیم و همین روزگار جدید وقتی کسانی خاطراتی از بزرگان دارن، معمولا با اقراها توأم است و اینها. این است که اون مایه‌ای که در کتاب‌های دیگر من دیدم، کتاب متصوفین مثل فرض بفرمایید کار بزرگ عطار، تذکرت الاولیا، اون از شعله‌های عشق و معرفت و معانی فوق العاده زیبا و دقیق رو من در این کتاب ندیدم. همش اغراق هست و اینها، خاطرات و از کرامات شیخ گفته می شود و اینها، از خود شیخ نیست. گاه گاهی هر شود که یک گوهر ناب هم البته به دست می آید. اینجا یه شب نگاه می کردم به این هر شود که کتاب، یکی دو داستان درش پیدا کردم که حالا بعد برای شما خواهم خواند که داره معنی خیلی خوب بود. میگوید که شیخ ما ابو سعید نشسته بود، فلان سید وارد شد، حالا اون سید مشهوری بود از سادات، نشست و یک کسی دیگر آمد و شیخ ما او رو بالای دست این سید نشانید و سید در خود شکست. حالا این در واقع
فضیلتش چی بوده که من سید هستم؟ آقا ما اولاد پیغمبریم. خب باش، به درک الاسفل که سید هستی، مزیتی بر دیگری نداری. ما سادات، سادات حسینی هستیم. از کجا آوردی این داستان رو؟ فرض که باشی گیرم پدرت تو بود فاضل، حالا خیلی اینا آدم های همچنان خوبی هم نبودن که تالا افتخارم بکنه، حالا بماند. گفت این آقا شکست در همین کتاب آمده است. ابو سعید متوجه شد که این ناراحت شده، گفت آقا احترام به تو رو به خاطر مصطفی میگذارم، یعنی به خاطر محمد. احترام این مردم رو به خاطر خدا، یعنی اینا از شما بالاتر. خیلی نکته دقیق و جالبی بود که حالا پیداش میکنم از متن کتاب براتون میخونم. بله، این بخش اول اسرار توحید هست، این مقامات شیخ ابو سعید. و فکر میکردم که در روزگار قدیم ما عرض میکنم که دانشگاه نداشتیم، اما آدم های باسواد داشتیم، حداقل تا اونجایی که به فرهنگ مملکت هست رب پیدا میکنه. کتاب خان داشتیم، استادان سخن داشتیم. چی شد پس برکوف؟ چی شد داستان ما؟ کتاب خانی میکردیم. آقا دیگه کتاب ببینید، اقلا 4 ماه 5 ماه سال مردم زمستان کتاب های کلاسیک ایران بود دیگه. در هر کتاب یک شاهنامه بود، مثل که جهان زیبایی مثل که اونجاست، میدونید جهان معرفت گویا اونجاست. اگر مثنوی معنوی بود به همین وجه، اگر عرض میکنم پنج گنج نظامی بود، اینا کتاب های مشهور ایران زمین بودن، گلستان سعدی بود، اینا کلیله و دمنه بود و کتاب های دیگر، اینا مردم اینا رو میخواندن و توجه داشتن، خیلی خیلی خوب بود. این در واقع دانشگاه ایران زمین همین در واقع معارف بزرگ این مملکت بودن که آثار خوش گذاشته بودن. و صنایعی هم داشتیم در ایران. من یادم میاد که میگفت آقا جنس ایرانی نخر، جنس ایرانی خیلی چیز بدیست، فلانی حرفا. اون چه در ایران ساخته میشد انتیک بوده دوستان، یعنی اون چه در زمان ناصرالدین شاه قاجار در مملکت ما ساخته میشده، از مسگری و آهنگری و کار روی فولاد و زریدوزی و عبادوزی و ترمبافی، همش انتیک بوده. نادان چشمای ما خیره شد به این، نمیدونم، گاوردین های انگلیسی و اینها. این قاجارهای بیشعور هم آمدن این قرارداد میدادن، تمام این صنایع دستی مملکت ورشکست شد، یه فرشی مونده، اونم دیگه نیم نفس بیشتر نداره. حالا نگاه میکنید اون چه ساخته میشده انتیک بوده. شما مس ایران رو پیدا بکنید، اون دیگهای مسی نمه میبرن بالای نمیدونم چی میذارن، دیگهای مسی، تشتای مسی، کارهای فولادی، بعد کارها روی جواهرات و اینها که بماند، شمشیر، کارتهای قاجاری. خب گلدوزی ها، زریدوزی ها، یک وجهی بوده این بازارهای ایران که آرتور کریستنسن که هر سبت که ایران شناس معروف که حتما میشناسید، در ساسانیان بزرگ، هنوز بهترین آتوریته است در باب ساسانی دانمارکی، میگوید من اومدم به تهران، این خارجی ها دارن سکته میکنن. میگه هر چی پول دارن تو همون دوتا مغازه اول میریزن، این سکه ها رو میخرن، پر سکه های هخامنشی است، پر سکه های ساسانی. میگوید من یه آدمی میشناسم اهل مملکت خودمان است، اونقدر سکه خریده که در موزه اروپا نیست، بعد میرن از سفارششون پول قرض میکنن، میان باز میخرن باز، چون همه چیز هر چی تو بازار تهران دیده میشه یا اصفهان همه انتیکه. در اروپا این چیزا گیره میاد. بعد عرض میشود که این جنس های لوکس تر کلش پیدا شد، همین پارچه های نمیدونم منچستر رو نمیدونم جنس های لوکس دیگر رو اینها پیدا شد. یه مرتبه ما خیره شدیم، فکر کردیم چیزا که ما داریم به درد نمیخوره. بعد اینا رو وارد کردیم، این هنرمندان ایران ورشکست شدن. خب استعمار هم وارد بدین گونه وارد میشه، یعنی جنسای وارد میکنه، صنایع دستی رو از بازار بیرون میکنه، چون قیمتش ارزونه، فرنگی هم هست، شیک هم هست، از رده خارج. اون هنر میمیره در اون مملکت، اون هنر میمیره. و چه مایه هنرها که در کشور ما بردن و از میون رفتن و به جاش
بعد ما وارد شدیم خواستیم خارجی ها رو تقلید کنیم. خب البته نمیدانستیم، بلد نبودیم، هنوزم بلد نیستیم. اون چه خود داشتیم فرو گذاشتیم و خار انگاشتیم. بعد توی این انتی فروشی شما سر بزنید و اوزا. از ابتدای مدنیت، مدنیت ایران عرض میکنم، زمان کوروش هست، بعضی از بهترین اشیاء موزه ها ساخت ایرانه و این هنر هرگز متوقف نشده. یعنی خدمت ایران و ایرانی به عالم هنر دائم بوده در هر دوری و کار روی فلزش قوی بوده، یک وقت کاشیکاریش قوی بوده، زمان مینیاتورش قوی بوده، یک زمان فرش بافیش قوی تر بوده. این دوره جدید از میشه که هنرهای ایرانی برافتادن، هنرهای ایرانی برافتادن متاسفانه. فقط یک دلیلم بیشتر نداشت، کشور در دست مردم ایران زمین نبود، نبود متاسفانه. نبود. حالا بعد از انقلاب یه دست و پایی زدن بعض کسان، مثلا خطاطی رو بهتر کنن، یا بهتر که خب چه ارز کنم، رایج کنن حداقل بعض هنرهای قومی، هنرهای ملی ایران. چه دلیل بایستی اونها رو ما از بین می‌برد؟ و بعد رفتیم دانشگاه، رفتیم دانشگاه، دانشگاه آقا عظیم مؤسسه ایست دانشگاه، همین دانشگاه تهران، اما بی سواد شدیم. آقا آمده دکتر ادبیات روی خطی، روی خطی میخواد مثلا دو خط از این جوینی رو بخونه، تاریخ جهانگوشا، همش غلط. آقا این نون ادبیات داره میخوره، این چی میگن اینا؟ کتابارم نمیخونیم الحمدلله، انداختیم کنار، نمیخونیم. خب هم چه بکنیم، این همه فیلم و این همه نمیدونم شو، وقت آقایم تلف کنیم بریم آره ببینیم نظامی چی گفته. عجب بابا، ما واسه خیلی آدم های نادانی باشیم کارا رو بکنیم. شیخ ابو سعید نگاه کنیم داستان چی هست، چه در ما میخوره. و پول نمیدانستیم چه چیزیست، ببینید پول معنی نمیداد. چیکار می‌خواستی باش بکنی با پول در اون روزگاران؟ چیزی می‌خواستی بخوری بگردی لباس تنت می‌کردی دیگه. این همه چیزای متنوع برای از زمانی که پول ارزش پیدا کرد، دودمان ایرانی برباد رفت. یعنی این مایه کتاب‌های نفیس و آلات نفیس خانواده‌های ثروتمند و قدیم می‌دادن پول بگیرن که جنس لوکس خارجی بخرن. زمان قاجارها شد، خانم های قاجاری من شنیدم در یک جای خوندم چادر به سر می انداختن، کتاب های نفیس نمیدونم دستنویس هزار سال پیش رو می برن می فروختن به یه فرنگی توی هتلی، کارهای مثل شاهنامه دموت مثلا مثلا، و بعد پولی می گرفتن که برن ماهوت بخرن، نمیدونم فرانل بگیرن، نمیدونم چی بگیرن. خارجی اومده، پول پول پول. حالا بخشی از گرفتاری ما امروز همین وضعیت اقتصادی است، چون صاحب پول شدیم میخوایم چیزهای بهتر داشته باشیم. اینجور ذهنیت در فکر آزادی نخواهد بود. لامبورگینی در خواب میبینند بعضی ها، بعضی هم دارن، فقط در ایران هست که من شنیدم که یه تلفن دستی به 50 میلیون و اینا فروش میره. ولی تو این آمریکا اصلا همین چیزی وجود نداره. اینا بهترینش با 200 دلار، 400 دلار، نه 500 دلار. دیگه روش یاقوت و نمیدونم چی از این زلم زیمبوا که فقط کش آدمای عقب افتاده به این چیزا نظر دارن، فقط در داخل ایران عربا و اینا فروش میره.
برای پوزه دیگه، همه چیز ما برای پوزه، ما برای دیگران زندگی میکنیم. این فرهنگ های خاورمیانه ای کسی برای خودش زندگی نمیکنه، یعنی نگاه نمیکنه که با چند تا اتاق راحت زندگی میکنه برای خودش. این چند تا اتاق داشته باشه که به رخ حسن آقا بکشیم، به رخ حسین آقا. حالا اگه فرض کنید دو تا خواهر هستن، دو تا برادر در یه خانواده، یکیش دستش به یه دل دزدی بند میشه و خانه رو بزرگ میکنه، اون دوتا دق میکنن که دیدی حسینه وضعش چقدر خوب شد، خونه شده 1500 متر، ما فقط همون 700 متری که بوده هست. همچین آد، همچین ذهنیت دیگه لیاقت آزادی نداره که بابا جان. ما خودمونی میشناسیم، یه گزارشی میدم راجع به دروغ و خاورمیانه، که چگونه دروغ کاربرد داره. این رو به ذات انسان ها نمیتونیم نسبت بدیم که بله خاورمیانه ای از مادر که متولد میشه دروغگو بدون، نه اصلا چنین چیزی نیست، حرف لاتایلیست، راست نمیشه گفت. ما در این خاورمیانه استبداد دولتی داریم، استبداد سنت که از استبداد دولتی بدتر نباشه بهتر نیست، استبداد سنت. یه دختر جرأت میکنه که با نمیم چی صحبت کنه، شاید با کی صحبت میکردی؟ بلافاصله باید دروغ بگی، بگی با مهین، چون اگه با علی یا با نمیدونم حسین دیگه حیثیت برای فامیل نمیمونه که. راست نمیشه گفت، جایی که راست نمیشه باید گفت دروغ رایج میشه. خب استبداد سنت فراموش نکنیم، استبداد سنت بسیاریش هم عقب افتاده است، بسیاریش عقب افتاده است. دروغ اونچنان رایج میشه که از راست بهتر، اصلا بدون دروغ نمیشه زندگی کرد، به جهت اینکه جایی که انسان در خطره که راست نمیگه، که یه دروغ میگه جانش نجات بده. حالا ما امروز شدیم واعظ، برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است، مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاد است. درود بر شما هموطنان گرامی، هموطنی زنگ زده بودن من فرصت نکردم این موسیقی رو بشنوم. خدمت شما عرض میکنم که هموطنی زنگ زدن، فرهاد از کنتاکی، سخن از استبداد خوب میگفتند که آیا استبداد خوب میسر هست یا نیست، و بعد چند کشور رو نام میبردن مثل کره نمیدونم جنوبی و جاهای دیگر و اینها، و اینکه چرا آمریکای جنوبی آخوندان به قدرت نرسیدن و در اسپانیا فرانکو بوده است و کشور تحویل پادشاه سابق داده است. ببینید هر کشوری شرایط خودش رو داره، به هیچ وجه من الوجود ما نمیتوانیم گرته برداری بکنیم یه کشوری از ساعت امریکا بیاوریم و معیار قرار بدیم، چون هر مملکتی، ببینید شرایط سوریه چه تفاوتی با مملکت ما داره، هزار تفاوت داره. این است که ما بایستی به خود ما نگاه کنیم. این که این همه ایدئولوژی های عجیب غریب آمد و به جایی نرسید، مثل نمیدونم ماویسم و نمیدونم لنینیسم و نمیدونم استالینیسم و مارکسیسم و اینا، چون اینا گرد و برداری میخواستم از یه جایی دیگه بداریم و بکرد نمیخورد، اینا مردم دیگری بودن. مثل اونه که انجین موشک رو بخوایم بذاریم روی فولکسواگن، اصلا کار نمیکنه آقا، یک مرتبه فولکس و صاحب و زندگیش برمیداره، معلوم نیست کجا میره، به جایی هم نمیره، میره یه جایی میخوره زمین، هم میکشه اون مسافرها رو، خودش هم منفجر میشه. ما یک کلیاتی رو میتوانیم اینجا، کلیاتی که با یک درصد بالایی میتوانیم در واقع، یعنی تاریخ به یقین رسیده در ارتباط با اونا میتوانیم صحبت کنیم، و این است که به طور کلی بگوییم که دیکتاتوری خوب میسر نیست. چون وقتی میگوییم دیکتاتوری خوب و بدش دست دیکتاتوره، حالا ما از کجا بیاریم اون عرض بکنم اون اسپانیایی رو که مثلا اونقدر عقل داشته که بعد از مثلا
نمیدونم چند دهه بود این آقای فرانکو از فاشیست پشتیبانی میکرد چنین و چنان، بعد سر عقل آمده و کشور تحویل پادشاه اسپانیا داده اینا. ما از کجا بیاریم حالا؟ ما کجا یعنی وقتی ما قدرت رو دادیم در دست یک نفر و ثروت ها رفت در دست او، قدرت در دست او، نیروی سرکوب در دست او، بودجه ها در دست او، نمیدونم ارتش در دست او، دیگه باید به ما رحم بکنه. حالا باید رحم کرد، ما هم رحم نکنه، ولی عمدتا رحم نمیکنه. این علی خامنه ای رو ببینید، تمش به حدیست که آرام آرام بچهش هم میخواد اینجا رو موروث بکنه، میخواد اینجا حکومت استبدادی آخوندی موروث درست بکنه. حالا بهش میدون نمیدن آخونده یا هرچه دیگه، خیلی وقیه این داستان، وگرنه بهش میدون بدی میگه که بعد از من این حجت الاسلام پسر من. ما نمیتوانیم که منتظر ترحم مستبد باشیم که حالا با ما رحم بکنه. میگه آقا حالا تا حالاش ما زدیم و خوردیم و کشتیم و بردیم و دزدیدیم و اینا، حالا میخوام انتخابات آزاد دیدم. اصلا چنین چیزی میسر نیست، نمیشه عزیزم، نمیشه. این داستانه آمریکای جنوبی هم که شما نام میبرید، ببینید شما سیاست های قدرت های بزرگ رو فراموش نفرمایید. استعمار انگلیس و استعمار فرانسه و کشورهای اروپایی استعمارگران کهن‌تر بعد از جنگ دوم به آمریکا هم سرایت کرد. این آمریکا خودش اساساً ضد استعماری بود، به جهت اینکه خود اینها تجربه استعمار داشتن و بعد آمده بودن با یک همت جانانه‌ای از استعمار رها شده بودن، یک قانون اساسی و دموکراسی و حاکمیت ملی درست کردن برای خودشون. اما وقتی قدرت آمد اینا هم فاسد شدن. بعد از جنگ دیدن بزرگترین کشور صنعتی جهانن، منافع دارن، شروع کردن اینجا اونجا پایگاه ساختن، کما اینکه فزون بر 800 پایگاه امروز پایگاه آمریکا در اطراف جهان است. روس‌ها از اون طرف سر بر کرده بودن. بنابراین این کشور آمریکای جنوبی بکیارد اینا بود. اینها معلوم می‌کردن که کدوم کشور چه رژیمی داشته باشد. به سال 1974 که بنده ناچیز وارد این مملکت شده، همین استبدادی بوده. رهبراشون هم اغلب دست پروردگان CIA بودن در پاناما، اونجا پایگاه داشت CIA، رهبر تربیت میکرد. بعد دیدن اوضاع جهان دگرگون شده، دیدن کار با بازار آزاد و ثبات سیاسی بهتر انجام میشه، کار با دموکراسی بهتر انجام میشه. چون به محض اینکه یک کشوری که رهبرش از سوی آمریکا پشتیبانی میشه دچار انقلاب میشه، هزار یک مشکل برای مملکت درست میشه. اولش این هست که اون رژیم بعدی 100% ضد آمریکایی خواهد بود. پرونده رو میکشه بیرون دیگه، یا آقا این آمریکا در حق ما این کارا رو کرد، این کارا کرد، ما قطع رابطه میکنیم، پس اینا رو از دست میدیم. بعد کشت و کشتار و تروریسم و هزار مهاجرت و هزار جور گرفتاری بین المللی هم براش درست میشه. بنابراین از حدود شاید همون 35 سال پیش اینا آمدن و گفت کشتنیان را سیاستی دیگر آمد، و اون این که بهتر است ما مناسبات خودمون رو دموکراتیک کنیم و بنیاد دموکراسی رو بگسترانیم. این است که آمدن و در همین آمریکای جنوبی یکی یکی این کشورها شروع کردن رأی دادن و دموکراسی گراییدن، به وجهی که در آمریکای جنوبی جز این چاوز در حال مرگ و این کوبایه آقای کاسترو دیکتاتوری به اون وجه نداریم. اون کره جنوبی هم که فرمودین که دیکتاتوری بود، اون هم بعد از ماجراها در سطح جهان اتفاق افتاده اینها، به این حالی کردن که آقا میسر نیست. این است که در واقع یک ترانزیشنی شد به دموکراسی و خیلی پیشرفت کرده. ولی تا اونجا که در دفتر هست و در کتاب هست، ما چیزی به نام دیکتاتوری خوب نمیشناسیم، میسر نیست. چون فرض بر این هست که در علم سیاست مغرب که دیکتاتوری که میآید یه چیزی هم سایه به سایه باش حرکت میکنه و اون فساده.
حالا فساد یا کراپشن معانی مختلف داره. مثلا در نظر ما ایرانی ها دزدی هیچ ربطی به فساد نداره. خب دزدی باید باشه جانم، مال مردم اشکالی نداره، اشکالی نداره، اون اشکالی نداره. ناموس، ناموس، تا اونجایی که به ناموس کسی نگاه نکنه، حالا دزدی میکنه اشکالی نداره، آدم کشی هم حقشه، بالاخره آدم قدرت من باید آدم کشی کنه، چه اشکالی داره، زندان عیب نداره. حالا چرا کاتولیک های نمیدونم آمریکای جنوبی باید هر کشور رو جدا در نظر گرفت و حتما در این کشورها یک بنیاد سیاستی بوده؟ تک تک که بررسی بکنیم، شیلی رو نام بردن، شیلی که حالا این پینوشه آمده، چه همش هم موضوع اقتصادی ها، در واقع منافع. شیلی بزرگترین تولید کننده مس در جهان، مس یکی از واجبات و در واقع واجبات تراز اول کشورهای صنعتی، بدون مس نمیشه زندگی کرد. خیلی خیلی نیازش بیشتر از طلاست، چون طلا استفاده صنعتیش خیلی کمه، فقط باید زلم زیمبوک آویزان کرد یا که در خزانه گذاشت، اما بدون مس نمیشه کار کرد، چون از نظر هدایت حرارت و هدایت برق مس یک چیز در از اول. اون مرد بزرگ که آمده بود آلنده به اینا مس نمیداد، خیلی کم. یک کارخونه هست که یک بار بنده دیدم در بالتیموری، بزرگترین تولید کننده مس در جهان، یه بارم عرض کردم خدمتتون، ما دانشجو بودیم، بار بردم اونجا بازی، اون جنرال منیجرش میگفت زمانی که آقای آلنده اینجا بود ما کارخونه روزی 8 ساعت کار میکرد، الان 3 شیفت کار میکنیم از برکت وجود آقای پینوشه. اینجور کارهای استعماری و استثماری دیگه دموده شده، دیگه نمیشود کرد. حالا بایستی از طریق دادوستت باشه، البته نه اینکه دخالت ها نمیشود، اما خیلی وقیحانه بود، رسما میرفتن یه جای کودتا را میانداختن، مامور خودشون میذاشتن، چون به هر صورت با پارلمان یک مملکت معامله کردن خیلی مشکله. شما چگونه برید 250 تا وکیل رو ببینید در مجلس که مثلا قرارداد نفت به شما بده؟ خب نمیده، مؤثر نیست چنین چیزی. ولی یه دیکتاتور که بذاریم، الحمدلله پشت بوده، دائم داریم توطئه میکنیم، چون کار دیکتاتوری با توطئه است، 24 ساعت داره توطئه میکنه. این آقای خامنه‌ای و این بیت رهبری بزرگترین مرکز توطئه است در ایران، بام تا شام علیه منافع ملت توطئه میشه، علیه جان سیاسیون اونجا داره توطئه میشه، علیه اموال ملت داره اونجا توطئه میشه. یکی نیست بیاد بررسی بکنه ببیند که این زمین هایی که از بیچاره مردم بودن در روزگار شاه گریختن، اینا گرفتن و به نام بیت رهبری ثبت کردن در اون ساختمانی که آدرسش خدمتتون دادم، خیابون وزرا، آقا این چه میزان ثروته؟ این آقا برای چی میخواد اینا رو؟ فقط میخواد که مطمئن باشه قدرت در دستشه، قدرت رو دوست داره. هر آدمی رو شما طعم قدرت بچشانید حاضر نیست دست بردار از اون قدرت. بفرمایید دوست عزیز. الو، درود بر شما جناب مشیری. درود بر شما عزیزم، بفرمایید صداتون پخش میشه. خیلی خوشحالم و مدت هاست میخواستم باهاتون صحبت بکنم. من ضمن تایید نظرات شما درباره حکومت استبدادی اسلامی و روشنگری های مستدلی که میکنید درباره ادیان ابراهیمی، یه فرصتی رو شما تا رابطه با یه موضوعی با شما مهم باهاتون صحبت بکنم. از نظرات تجمیلی جنابالی میخواستم استفاده بکنم، با توجه به تاریخ دارید، از مطالعات همه جانبه شما استفاده کنم و بیشتر بفرمایید عزیزم استفاده قانع کننده تری ببرم ازتون. میدونم که تحقیق تاریخی یه فن ساده و پیش پا افتاده نیست که
هر سخن پرداز یا هر قلمزنی بخواد اونو وسیله کسب شهرتش قرار بده، مسلماً بی‌غرضی در تجزیه و تحلیل حوادث بسیار مهم هستن. درود بر شما. من در مورد مسئله کودتای 28 مرداد میخواستم اشاره بکنم. وقتی که شادروان دکتر مصدق نخست وزیر بودن، با همه پشتیبانی ملی که از ایشون میشد، مجلس رو با اون که نماینده های مجلس در زمان حکومت ایشون انتخاب شده بودن خودشون منحل کرده بودن. با توجه به اینکه خودشون حقوقدان بودن، قصد برگزاری یه رفراندومی رو داشتن که در قانون اساسی پیشبینی نشده بود. در چنین شرایطی من فکر می‌کنم حق عزل و نصب نخست‌وزیر در غیاب پارلمان در اختیار پادشاه قرار می‌گیره. پس اصطلاح کودتا به نظرم غیر منطقی می‌رسه. و اینکه مسئله کودتا رو میگن زمان دارای قانونی یک کشور، اما از اینکه شاه باشه، پادشاهی باشه یا جمهوری باشه، وقتی که اون فرد رو برکنار میکنن، فرد مورد نظر خودشون رو به جا میارن، نه اینکه یه زمامدار قانونی رو دوباره به جای خودش برگردونن. متأسفانه من با توجه به همه ارادتی که به شما دارم، برای روشن شدن بیشتر خودم میخواستم بگم که این تحلیلی که شما میفرمایید در انتقاد از شیوه حکومتی دوران پهلوی، شاید ناخواسته در راستای اهداف حکام فاسد جمهوری اسلامی باشه که با قصد تفرقه و اختلاف بین اپوزیسیون خارج از کشور هم ناراضی‌های داخلی، شما این امکان اتحاد بین نیروها رو در حقیقت از بین میبرین. من چون خودم به حدود 24 روزه که از ایران اومدم، این نظریه شایعی که در اغلب مردم آزادی خواه ایران هم هست، وقتی که قرار تمام احزاب و گروه ها با هر مرام و مسلکی تو ایران فردا در کمال برابری به اونچه که مورد نظرشون هست رأی بدن و سیستم حکومتی آینده رو انتخاب کنن، من و شما هم که فقط دارای یک حق رأی هستیم. پس نگرانی شما و امثال شما از چیه؟ برای اینکه دشمنی سیاسی با فرد پرستی به حساب شما نوشته نشه، بهتر نیست که مناسبتری رو توصیه بکنین به مردم که از این سردرگمی بیان بیرون؟ من در حقیقت میدونم شما به حضرت حافظ خیلی ارادت دارین، عرض میکنم که حدیث خوب و بد ما نوشته خواهد شد، زمانه را قلمی و دفتری و دیوانی است. ممنون میشم برای اطلاعات بیشتر خودم یه پاسخ قانع کننده به من بدین. قربان شما، خیلی مرحمت کردین، درود بر شما. امر دیگری ندارید قربان؟ ممنون لطفتون هستم آقای مشیر. قربان شما، محبت شما کم نشه. شما یکم مبهم صحبت کردید دوست عزیز. شما فاش میفرمودید که آقا من فکر میکنم استبداد چیز بدی نیست و کلامتون رو فاش میفرمودید. چرا با من تعارف کردید دوست عزیز؟ من متوجه این امر نیستم که روح قانون اساسی چه میگفت. اون چه فهمیدم از قانون اساسی مشروطه این است که دربار و تشکیلات دربار مانند یک محضرخانه اسناد رسمی است. این موضوع مرحوم دکتر مصدق در دادگاهش هم گفت. گفت آقا بنده میخوام خانم رو بفروشم، خریدارم هست، اما این رسمیت پیدا نمیکنه مگر در دفترخانه اسناد رسمی. اما صاحب اسناد رسمی نمیتواند خانم یه گیره ببرد مشتری پیدا کنه خودش بفروشه. پس موضوع داستان استبداد و براندازی قاجارها و این همه عرض میکنم داستان عریض و طویل برای چه بود؟ در واقع حکومت در دست مردم بود، قانون اساسی این رو میخواست. حکومت در دست مردم بود و نخست وزیر در واقع رئیس قوه مجریه بود در واقع، و دربار جایی بود که این تحولات رسمیت می‌یافت، نه اینکه دربار تصمیم بگیره یک کسی رو برداره یک کسی رو بزن. پس موضوع چی میشد؟ پس قضیه دموکراسی ایران چی میشد داستانش؟ این یکی. دیگر اینکه
عزل نخست وزیر یک مملکت نصف شب ساعت 2 بعد از شب یا 12 شب با تانک و نمیدونم با چیز خارجی که نمیشه که پدرشون که نخست وزیر خواستن عرض کنن صدا میکردن به مجلس استیضاح میکردن در اونجا و عزل میکردن نخست وزیر دیگری پیشنهاد میشد و مجلس رأی میداد رأی اعتماد میگیره. غیر از اینه با توپ و تفنگ و عرض میشه خدمت شما که یه مقدار جاسوس انگلیس از این سو یه تعداد جاسوس سیایه از اون سو میخوان نخست وزیر عوض کن. نه خوشبختانه اسنادش که همه هست که دوست عزیز که شما من متوجه نیستم شما داستان چه چیزی صحبت میکنید. این یک. دوم این که بنده اینجا رئیس هیچ حزبی نیستم که یه چیزی بگم به کسی خوشش بیاد این حزب خوشش بیاد اون حزب خوشش بیاد یا خوشش نیاد یا آینده سیاست چیکار قرارش بشه که. و نمیدونستم که قدرت من به حدی است که یه حرف که میزنم اتحادها به هم میخوره. عجیب حرفی زدی دوست عزیز. من اگه بزنم اینقدر مهم هستم میرم منزل میخوام اصلا پیدام نمیشه. آقا ما اینجا نشستیم داریم دردهای این مملکت رو اون چی باعث این بدبختی ها شده به وجهی که بنده فهمیدم ممکن است خیلی وقتا اشتباه بکنم خدمت شما عرض بکنم یادم مستقلی هستم به هیچ چیزی من بستگی ندارم در این عالم خب نه بر اشتری سوارم نه چه خرب زیر بارم نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم. اگر بنده دیدی یه روز حزب تشکیل شدم شدم دبیر کل حزب اون موقع به سخنان من شما باید شک کنید این حرفی که این آقا زد کدام منافع حزبیش مد نظره. این از اون بحثایی است که انقدر تکرار شده و گفته شده و حقایق امورش معلوم شده که اصلا نیازی به تکرارش واقعا نیست. اون چه باعث بیچارگی این کشور شد رو شما بهتر از من میدانید. بدن یعنی کشور یک کشور به مثابه یک بدنه دوست عزیز. این بدن من و شما اگر زنده است به خاطر اینکه نیروهای دفاعی داره گلوبولای سفید دست ما زخم میشه هیچ مشکلی نیست میبینی بذاره چرکم میکنه. اینا اجساد سربازا از یک سو و مهاجمین از یک سو که در نبردی که در این انگوش قرار گرفته اونجا انجام شده اجسادش کشتگان هستن ولی فرض کنید مطلقاً به ابدا نیروی دفاعی نباشه یه گلوبول سفید هم پیدا کوچکترین میکروب باشه تمام بدن رو میگیره. این وضعیت مملکت ما بوده در مقطع انقلاب. روزنامه صفر، حزب سیاسی زیرو، رجال سیاسی هیچی، رؤسای اقوام و قبایل زیرو، هیچی بود دیگه. مملکت ما هیچی بود، بلاد سیاسی صفر بود، هیچی نداشتی، هیچ بنیادی نداشت. امیدوارم آخرین بار باشه که تو دوست محترم به شخصیتی مثل شما دارم جواب میدم چون قضایی است که ما سالهاست که گفتیم فوش ها هم خوردید بابت این حقایق. خب شما فکر میکنید مملکتی که روزنامه صفر، تعلیمات سیاسی صفر، بنیاد سیاست صفر، وکلاش همواره منتخب سازمان اطلاعات بودن، رجل سیاسی درش 20 سال تولید نشده اصلا، جرأت نمی کرده تولید بشه، داس استبداد همه رو درو کرده، بعد یک آخوند گردن کلفت شجاعی مثل خمینی پیدا میشه، میخوای مملکت نگیره. اگه این آخوندا قرار بود مملکت بگیرن بایستی خیلی وقت پیش میگرفتن، زمان امام غزالی بایستی حکومت میگرفتن. چرا نگرفتن؟ چون مردان بودن، دلاوران بودن، شمشیر زنان در این کشور بودن، نیروهای مدافع داشته مملکت.
در تمام اون منطقه که من اطلاع دارم یه تفنگ شکسته پیدا نمیشد. موج بعد از موج بعد از 30-40 سال خل سلاح اون. یک ملت بیچاره بدون رهبر، بدون حزب، بدون روزنامه، بدون تشکیلات سیاسی، بدون هیچی، هیچ زیرو، خودش بود و قباش، حالا انقلاب کرده برای آزادی، برای بهتر شدن. کسی رم نداره. شما نگاه کنید ببینید این آقای دکتر صدیقی و این شاپور بختیار و این بیچاره سنجاب، اینا همش بیچاره ها بودن از قدیم. کسی هم اینا رو نمیشناخت. حالا شما فرمایید که اینا اشتباهه، اینا حرفا اشتباهه واقعا، یا گفتنش مضره، قراره چی بشه دوست عزیز؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ با جارو کردن قاذورات به زیر فرش ما میتوانیم برای خودمون آینده بسازیم؟ آقا این قاذورات بگی زیر فرش، اون چیز سگ هم مونده با چیز گاوا قاطی شده، بکن زیر فرش نبینن، درست میشه کرما شروع میکنه سربر کردن. تا ما حقایق اموری مملکت رو نفهم، تا نفهمیم چرا ما شدیم از مشروطه، از زمان عباس میرزا تا به امروز رو به درستی نفهمیم و به روشنی نگاه نکنیم، آینده هم نخواهیم داشت. دوست عزیز فکر نکن، همینه که تکرار خواهد شد. تا زمانی که من و شما بفهمیم حقیقت امور ملت چه بوده و حکومت چگونه باید باشد و چرا بدون دست پیدا نکردیم و چرا ما مردم محرومی هستیم امروز به کره خاکی، به جا نخواهیم رسید. با شانتاج و دروغ و عوام فریبی و کارهای جعلی این دسته رو درست کنه، 4 تا امضا جمع کنه، اینطور که نمیشود به آزادی و دموکراسی رسید و ملتی بزرگ ساخت. دوست عزیز من، سخنان شما بر روی هم یک نوع فحاشی بود و ادب بودی برادر، اما از یک اندیشه ملی و انسانی سخن نمیگفتی. شما هم جستجوگر یک نوع استبداد هستید. حالا استبداد آخوند نباشه، حالا یه استبداد پوتینی بهتره، لااقل عرقه رو میخوردیم میذاشتیم روی کاپوت ماشین، جیگر فایده نداره، به جایی نمیرسه. باز همین داستان، خوندم خدمتتون از کتاب مرحوم بهار، اون معتمد سجار تبریزی آمد گفت تا زمانی که قانون رعایت نشه ما در حال انقلاب خواهیم بود. از ولتر بهتر صحبت کرده این مرد تبریزی. ما باید جستجوگر حاکمیت ملی زیر سایه قانون، شخص رو بریزید دور. تا که دنبال شخصی پدر جا؟ نگاه کنید آمریکا 4 تا رئیس جمهور بیکار داره، یکی از اینا از جمله محبوب ترین رؤسای جمهور تاریخه، اون آقای کلینتونه. در بعض آمارگیری ها یا اول یا دوم در تاریخ در نظر محبوبیتش امروز. و چرا انداختنش بیرون؟ چرا بیکاره آدم محبوب؟ خاطری که قانون حکم میکنه هر چه خوب باشی باید بری بیرون، چون تاریخ به ما گفته از تو فاسد میشی اگر دو دورت بشه 4 دوره، نمیشه، باید بری بیرون، بدی بیه آدم نالایق، ولی بری بیرون. مردم، اون کسی که مردم انتخاب میکنه، ممکنه 1000 مرتبه لیاقت سیاسیش از تو کمتر باشه کارش، اما باید بری بیرون، چون بمونی جا خوش میکنی. دنبال این باش برادر من، نگو حرفای شما اتحاد و اتفاق را به هم زده است. چه حرفیس میزنی عزیزم من؟ مبتنی بر چه چیزی این حرف رو زدی؟ از کجا آوردی این آمار رو؟ حرفای من اتحاد رو به هم زده؟ اجازه بدید که من از سپهر خواهش کنم یک موسیقی زنده تری پخش کنن که شما ملالتون دور شود. بله دارم پیدا میکنن این موسیقی های گل ها و این ها خیلی پتیفه واقعا، خیلی
موسیقی در حال عقب نشینیه بیشترش. حالا چه دوست داری؟ نه من دارم با هموطنان صحبت میکنم، شما انتخاب خودتو بکن، اصلا نگران حرف من نباش و وقت زیادی میخواد. ما یه موسیقی میخوایم که در 2-3 دقیقه حرفشو بزنه. چون قدیم خیلی وقت بود میومد فرض فرمایید که شروع میکرد نوازنده به نواختن، یه 15-20 دقیقه که تک نوازی بود، بعد ارکستر شروع میشد و ترانه خونده میشد، بعد آواز میامد یه 40 دقیقه هم آواز بود و بعد دوباره اون ترانه نواخته میشد و ماشاءالله 1 ساعت 1.5 ساعت وقت میخواست. 1 ساعت که یادم هست بود. امروز دیگه وقت نیست. یه بار بنده ساز عبادی رو گذاشته بودم، خدا شاهد از حقیقت میگم خدمتتون، داشتم میپیچیدم یه مزرابی زد دنبال بقیهش بودم، چون فاصله تا مزراب زیاده، دیدم مزراب دومی چنان کوبیدن، این عرض میکنم که نزدیک بود که ما جان به جان آفرین من تسلیم کنیم، ماشینم قرازه شد البته دیگه. اون بابایی هم که زد هر شبه یک ماشین تراک قرازه داشت، مال عهد بوخ، یه چیزی هم باستی بهش میدادیم، فقط دنبال مزراب بعد استاد عبادی بودم. بله این کمونچه و ستار اینها رو در فضای ایران خیلی خیلی جالبتر، چون به همه چیز میخورد. اینجا هم همینجور البته، نگی بخوام بگیم نه، اما بعض اوقات وقت کمه. درود بر شما هموطنان گرامی، عرض شود که هموطنان روی خط بودن که در باب قضایای قدیم صحبت میکردن و نبود وضعیت نمیدونم مربوط به کتاب ها و از اینجور صحبت ها. خب بله ببینید، اونقدر در این باب صحبت شده، من واقعا هیچ تمایلی ندارم در باب نمیدونم وضعیت گذشته صحبت کنم، به جهتی به قدر کافی و وافی گفتیم. اونایی که باستی بدانن میدانن که مملکت ما دوره چه وضعیت سیاسی بوده و چی شده. اجازه بدید من برگردم سر پارتی بازی در اسلام و ببینیم که آخر این اسلام عزیز، چون داستان مسیح، من میخوام بحث رو اصلا به کل عوض کنم چون هیچ تمایلی ندارم به این حرفا جواب بدم، عرض شود که به این گونه حرفا، مسیح، خب داریم نزدیک میشیم به تولد مسیح و اینا، در تعریف مذهب و ریلیجن، من خدمت شما گفتم که یک تجربه مذهبی گسیخته از عالم مادی است. Religious experience، وقتی میگه من دیشب یک تجربه مذهبی داشتم، اینم به مسیح مربوط میشه نه به محمد مربوط میشه. بنابراین اون چه تجربه مذهبی گفته میشه که لغت بهتری داشتم به کار میبردیم، چون این مذهب خراب شده تصویرش. یک تجربه روحانی است، یک تجربه روحانی است، به مادیاتش کنون ربطی نداره، به مال این و زن اون و اینا، مثل اسلام عزیز. اسلام مطلقاً درش روحانیت نیست، کاملاً زمینی است. یک حزب سیاسی فاشیستیه که از ابتدا هر که با ما نیست بر ماست رو شعار خودش کرده تا امروز. هیچ معنویتی من درش ندیدم. کجاش معنویت؟ این دولار راست شدن معنویته؟ ایرانی ها میخندیدن به این داستان. آقا 5 بار دولار شد راست شد دیگه کار تمام، رسیدی به خدا. آمدن این آدم های مثل همین ابو سعید ابوالخیر و قبل از این و بعد از این پیدا شدن، گفتن آقا هیچ معنویتی در این داستان نیست، هیچ عمقی نیست، یه کاری بکنیم. زدن به عشق، زدن به وحدت وجود، زدن به فتوت، زدن به انسانیت. شما بخونید این کتاب رو، داستان نبردهای پیغمبره. آخه اصلا ببینید شما چه تعریفی ما بکنیم آخه نبرد پیغمبر، آخه مگه پیغمبرم میاد نبرد کنه جنگ؟ از اول داستان مال مردم بوده و زن مردم و زور و گرفتن باج زکات و غیر از اینه. خب بیاد ببینیم آقا غیر از اینه، ما رو از این گمراهی به در بیارین. آقای گمراهی ما رو کشت. همینجور از مدینه که حمله شروع شده به مکه، اون حمله ادامه پیدا کرده تا بخارا، تو مرزهای چی؟ به یک هدف، پلاندر به قول برتران راسل، اموال مردم. این شد معنویت. ها
حالا چهار بارم دولا و راست شد. حالا شیعه آمده گفته که آقا این دستگاه عدالت خدا رو بیخیال، تو هر بیشرفی که میتوانی انجام بده، یه برای حسین یک اشکی بریز. توجیه جنایت و بیاخلاقی یه اشک حسینه، میریزی تموم کارت، به خصوص که حب علی هم در دلت باشه. اینا چیز شیعه هست. اگر حب علی داشته باشی، هر چی گناه کردی به گردن این سنیاست، هر چی هم ثواب سنی کرد مال تو. حالا رفتی توی مملکت جنایت کردی، آدم کشی کردی، هزار بیشرفی انجام دادی، هزار خیانت به مردم و انسانیت کردی، هیچ اشکالی نداره، تو برای حسین یه بوزی بکش، چیز بده، یه اشکم برید. بعد وارد اونجا هم که میشی، مولا علی ایستاده با ماشاءالله با اون قد بالا، قفل بهشت دست، تقسیم کننده بهشت و جهنم علی. به خدا چه کار داری؟ خدا که کاره نیست، کار دست علیه. علی تو رو میبره بهشت. خب دیگه اخلاق باقی میمونه در این جامعه. حالا اینجا یک مطلب تاریخی خدمت شما میخونم که یه جنایتکاری به نام خالد ابن ولید رفته قبیله رو قتل عام کرده، یه ده مسلمون رو کشته. خب اسلام میگه قصاص کنین دیگه، نه؟ نکردن. چرا؟ چون این سیف الله بوده، این براشون آدم میکشته، آدم بهترین آدم کش که نمیشه از بین برد که. اجازه بدید که ببینیم تاریخ چی میگه. غزوه بنی جزیمه، عبدالرحمن ابن عبدالعزیز از حکیم ابن عباد ابن حنیف از ابی جعفر برایم نقل کرد که چون خالد ابن ولید از مأموریت بیرون ساختن بتکده عزا به مکه برگشت، رسول خدا هنوز در مکه بودند و او را برای دعوت کردن قبیله بنی جزیمه به اسلام و نه برای جنگ روانه فرمودند. خب داستان خیلی طولانی است. این خالد رفته بود، اینا مسجد ساخته بودند، مسلمان شده بودند. خالد نزد ایشان آمد و گفت به اسلام بگروید. گفتن ما مسلمانیم. گفت پس چرا اسلحه همراه داری؟ گفتن میان ما و میان قومی از اعراب دشمنی است و ترسیدیم که شما از ایشان باشید و به این منظور سلاح برداشتیم تا از خود در برابر ایشان دفاع کنیم. خالد گفت سلاح خود را به زمین بگذارید. مردی از ایشان که نامش جهتم بود گفت ای بنی جزیمه، جزیمه، محمد از کسی چیزی بیشتر از اقرار به اسلام نمیخواهد و ما همگی مقر به اسلامیم و حال اون که خالد نمیخواهد با ما چنان رفتار کند که با مسلمانان رفتار میشود، او نخست با سلاح خود ما را اسیر خواهد کرد و پس از اسارت شمشیر خواهد بود. حالا این خالد حرامزاده در روزگار قبل از اسلام یک کینه و دشمنی با این قبیله داشته، حالا شده شمشیر زن اسلام. حالا آمده این بدبخت ها مسلمان شده بودند، مسجد هم ساخته بودند، میگه چرا اسلحه داری؟ میگه آقا ما ترسیدیم، دشمن داریم، ما توی این بیابانا دشمن داریم، حالا که باید اسلحه رو تحویل بدیم. یکی باهوش بوده میگه آقا این فلان ابن فلان رو من میشناسم، این اسلحه‌مون رو زمین بذاری گردن ما رو میزه میکشه ما رو. میگن نه، به حرفش گوش نمیکنه، اسلحه‌ش رو زمین میذاره. گفت که یکیشون میگه چرا از خالد بترسیم؟ جهتم گفت به خدا قسم او شما را به واسطه کینه های قدیمی که میدانید فرو خواهد گرفت. ولی مردم بنی جزیمه سلاح خود را به زمین گذاردن. اونگاه خالد اونها گفت باید به اسارت درآید. جهتم گفت این مردم، این مرد برای چه گروه مسلمانان میخواهد که به اسارت تن دهند؟ همانا میخواهد خواسته های خود را عملی کند. شما با من مخالفت کردید و از دستورم سرپیچی نمودید و به خدا سوگند نتیجه اون کشته شدن با شمشیر است. و نجزمین اسیر را پذیرفتن و خالد دستور داد که اونها را که اونها دستای یکدیگر را ببندن. وقت ما 5 دقیقه بیشتر نیست. چون این کار صورت گرفت، به هر یک از مسلمان یکی دو نفر را سپرد و مردان بنی جزیمه اون شب را در بند بودند. خلاصه این مطلب، حالا یه روز میارم خدمتتون، عیناً از متن کتاب میخونن. فردا دستور داده که سر اینا رو ببرید. قتل عام کرده. یک عده از انصار که شرفی داشتن و مهاجرین اسیراشون راه کردن، بغیر گردن زده سر بریده اومده. اومدن به محمد گفتن که یا رسول الله این خالد مسلمونا رو سر برید. به عوضی که این مردک رو بیاره قصاص کنن اینا. گفته خداوند تو میدانی من از کار خالد بیزارم. چه لازمش داره؟ میدونه کار آمده این مردی که بهترین جنرالش بوده. سیف الله؟ والا 2000 نفرم سر بریده باشه. سیف الله رو لازم داری آقا؟
و علی رو صدا کرده، یه مش پول و مول از یک این اون گرفته، گفته ببر پول خون اینا رو بده، پارتی بازی در اصلاح. کجاشو بچسبیم که یک ذره انسانیت پیدا کنیم؟ شما به ما بگید آخوندهای محترم، کجاشو بچسبیم که درش دروغ و تقلب نباشه و ریاکاری؟ رفت سر. بعد یه داستان سوزناکی از یک مرد عاشقی گفته، فقط آرزو من اینه منو به خیمه زنان نزدیک کنی، معشوقی داشته اونجا، دو کلمه حرف زده بعد اومده سرش بریده. خیلی شعر زیبایی است، اینجا مشهور شده این جنایت خالد ابن ولید. خدایا تو میدانی من از خالد، از کار خالد بیزارم، آیا علی بیا یه پولی بده به این، قرار نیست که کسی مسلمانو بکشه قصاص بشه. پس چی شد این قانونش؟ قانون فدای اولویت‌های سیاسی میشه. خب چون خالد بن ولید آدم کمی نبوده، آدم کشی بوده که ممکن بود 5000 نفر در یک جا سر ببره در راه اسلام، و برید هزاران هزار نفر رو سر برید. این خالد اهل رده از یمن رو تا حجاز سر برید، خونه‌هاشون رو خراب کرد، از کوه انداخت پایین، مسلمانی رو رایج کرد. سیف الله گرفتاری ما بیشتر از این داستان هاست. عرض کردم گرفتاری ایران زمین و مردم ایران بودن، که اینا مردم بودن از جای دیگری آمدن، آمدن در این فلات مدنیت درست کردن. بین دو گروه آدمای وحشی، یکی اینا بودن، یکی همون آسیای مرکزی ها، حالا بیا اینجا دم سوراخ زنبور بخوام مدنیت درست کنیم. گروه ها گروه از این سو، گروه ها گروه از اون سو، دوزای بیابان بودن دیگه، دو طرف همون دشت قفچاق تا برین مغولستان و قرقالپاق و خلدق و یغما و اینا دوز بودن، با دوزی زندگی میکردن. اسلام هم حکومت بهترم شد، یه بهانه خدایی هم پیدا کرد. گناه این مردم بیچاره آریایی این وسط این بوده که آمدن بین دوزان بیابان مدنیت درست کرد، ثروت تولید کردن و شهرهای آباد ساخت. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از شما که تلفن فرمودید، فقط در پایان عرایضم خدمت شما این مطلب رو دوست دارم تاکید بکنم که تا ما با حقایق امور نرسیم، و خیلی آسونه، حقایق امور خیلی چیزای ساده است. این سرزمین متعلق به این مردمه، حاکمیتش هم متعلق به این مردمه. تا ما ایمان نیاوریم به حقوق مردم و حقوق انسان به جایی نمیرسیم. دوست عزیز، دنبال این دیکتاتور و اون دیکتاتور مرده و اون چماق 3 متری و اون چماقش 8 متر و اینا هیچ فایده نداره، مطلقاً به جایی نمیرسیم. با سپاس از سپر برنامه رو میبندیم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.